سلام و درود خدمت همه شما بچه های عزیز مستر دکوی های باحال امروز اومدیم درباره داوین چیز میخوایم صحبت بکنیم من صرفاً گفتم این قسمت بچه ها نیاییم در مورد داستانش صحبت بکنیم داستان یه مشخصیه که روند خودشو داره میره بیاییم در مورد سا... چیز صحبت کنیم ساختار داستانی نه ساختار ساخت صحبت کنیم تحلیل شخصیت آقای افشین هاشمی و عرضم به حضورتون که قسمت هفت و نهم اومده و گفتیم که یه ذره من گفتم هر چه دل تنگ تو میخواهد بگویید ولی داستان به نظرم داستانی که داره پیش میره و یه ذره کرکترشناسی بکنیم این وسط زیادا وقتتون رو نمیگیریم بریم و برگردیم در خدمتون هستیم درود رفقا امیدوارم حالتون خوب باشه قسمت پیش سریال داوینچی رو من از دست دادم به دلیل که مریض نبودم خوشحالم مجددا با هم هستیم اون آقایی که با آقای سعید برجلی تماس داشت تلفون صحبت میکرد من کلا چون دارین را راجع به دو قسمت صحبت میکنیم دو قسمت رو با هم جمع میکنم منظورم آقای سام کبودوند هست که توی تیتراژ اتفاقا نوشته تریپ هنری هنری دو دهه خیلی جالبه این اسمایی که توی تیتراژ بعد تا چقدر من ایشون رو دوست داشتم و به نظرم چقدر متفاوت بود با سریال گناه فرشته که در مقابل شهاب حسینی بازی کرد و صحبت کردیم ما هم اونجا هم به نظرم قابل قبول واقع شده بود آفرین من ایشون رو نمیشناختم بله چهرهشون برای من آشنا بود توی کارها دیده بودیم به عنوان حالا بازگرد درش دوسه ولی به نظرم خیلی خوب عمل کردن نقش متنا... متفاوتی رو اجرا کردن که اسم شخصیتشون هم هست آقای نظر اتفاقا یعنی هم اسم شخصیته به ما نویده یه چیز رو میده هم تریپ هنری دودقی که توی تیتراج نوشته بسیار جالبه یک سری نکات هست توی این سریال همچنان داریم میبینیم مثل برداری های متنوع که کار رو از حالت عادی در میاره مثلا اون صحنه ای که از خانم فرجاد داشتن صحبت میکردن مارال فرجاد آقای سام درخشانی و خانم تیرانداز و حرکت پدستال دوربین از بالا داشت میگرفت زیبا بود اینها تصویرهایی که چشم نوازه معمولا هم چون ایشون کارگردان تئاتر از آقای هاشمی ما این صحنه ها رو میتونیم ببینیم دیالوگ ها همچنان انتقادی در زمینه سیاسی که به نظر من زیبا هست مثل جایی که آقای برجلی میگه مردم که مهم نیستن اتفاقا هنرجوها هم مهم نیستن مسئولین هم که به خاطر لیاقت کاری نمیکنن خیلی راحت میتونم اوکیشون رو بگیرم همچین چیزی بود دیدگاه زوجی که وجود داره که بینظیر هستن آقای سام درخشانی و خانم تیرانداز همچنان نسبت به اون تابلویی که میگفت شبیه کاغذ دیواری خونه فلانیه یا بچه ها اون قسمتی که راجب سهراب سپهری میگفت به صورت اقراق آمیز ناآگاهی اینا رو نشون میداد ولی خیلی خنده به موقع و زیبایی میگرفت از من که اصلا حتی سهراب سپهری هم اینا نمیشناختن این اختلاف فرهنگ و طبقاتی رو قشرهای مختلف جامعه رو به نظرم همچنان به خوبی داره نشون میده اما متاسفانه کارهای آقای افشین هاشمی چه این کار چه کارهای دیگه من خیلی راجبش فکر کردم و مهدی هم توی برنامه که من نبودم اشاره کرد یک بار هم من هم گفته بودم دقیقا همینه در نهایت اوکی ما بیننده صبوری هستیم چون ماها که داریم این کار رو میکنیم تو کانال مستر دکو خیلی از فیلم ها و سریال هایی رو دیدیم و نقد رو بررسی کردیم که بیننده ها ما نوشتن دمتون گرم که وقت گذاشتید این کار رو دیدید ما اصلا کار رو نمیتونیم ببینیم اوکی ماها صبوریم ولی این ریتمه احساس میکنم کنده من فکر میکنم به خاطر این کارشون دیده نمیشه چون خیلی از عواملی وجود داره که کارهای آقای افشین هاشمی رو به یک اثر بسیار زیبایی تبدیل کنه میگم صحنه زیبا فیلم های زیبا شخصیت پردازی‌های درست داستان داستانی که داره نقد خودش رو در قالب حالا تنز بیان هم میکنه و همه چی سر جاشه ببین خیلی از هموطنان ما به خاطر فضای بسته اطلاعاتی در ایران درست اینستاگرام داریم ولی دست قشر محدودیه یعنی فکر نکنید همه دارن همه دارن استفاده میکنن نبین مثلا گل منو پرپر پر نکنید میاد یه گل میکنه میاد بالا یه دفعه دیده میشه و کنسرت هم میذاره میره همه هم میبیننش فضای ایران فضای چیزیه فقیری از لحاظ اطلاعاتی یکی دیگه چیز دیگه ای که هست تحصیل میکنم آقای حفشین هاشمی رو آقای هفشین هاشمی اگر کسی بخواهد سریال شما را ببیند و فرهیخته باشه و شما رو بشناسه میاد سریال شما رو میشناسه میبینه خب در غیر این صورت به نظر من توضیحی که در اول سریال میدید و میخواید فرهنگ سازی بکنید به نظر من با کمال تاسف در قد و قامت خیلی ها نیست اون توضیحات شما بعد میاد یه دفعه سویچ میکنید در یک فضای دیگه ای که دو نفر رو ببخشید کاملا خنگ نشون میدی به قول کیارش که حتی سهراب سپهری رو نمیشناسه که کما این که من خیلی ها آره رو دیدم من تو بازی گرفتم شواب حسینی رو آره گفت شواب حسینی کی هست و من آدرس شواب حسینی رو دادم این خودم تجربه رو دارم که میگم یارو گفته شواب حسینی کی هست اینا به خاطر فضای بسی اطلاعاتی ما بوده و اینکه چقدر جنگ قدرت در میون آدمای رده بالای مدیریتی چقدر زیاده و نشون دادن اینکه شما از یک بازدید کننده نمایشگاه تابلو هم نمیگذری حتی که بیا لواسون من اونجا بهت نشون بدم که خودتو چجوری به پاشونی تو مثلا قابل مثلا نقاشی سلام به دوستای خوبم و به تمام عزیزانی که دارن ما رو میبینن در مورد سریال داوینچیز اگه بخوام یکم بریم سراغ شخصیت پردازی هایی که کیارش گفت خیلی خوب اشاره شده ما توی طراحی لباس هم داریم این خوبی رو میبینیم یعنی طراحی لباسی که انتخاب شده برای شخصیت ها چون معمولا برای شخصیت های سینمایی میان از شخصیتی درونیش الهام میگیرن و رنگ و نوع لباسی که انتخاب میکنن رو همیشه اونجوری به ما نشون میدن و توی این سریادن تا حدود خیلی زیادی رعایت شده یعنی برای شخصیت آقای درخشانی و خانم تیرانداز استفاده از رنگ های روشن خونسا معمولا بیشتر توسی و سفید و کرم استفاده میکنن توی, توی رنگ, رنگ بندیشون و بسیار ساده این داره نشون از شخصیت ساده شون حالا توی بعضی از دیالوگ ها میبینیم که چقدر ساده لوحانه حتی توی سری از مسائلی که فکر میکنم دیگه خیلی ها میدونن حرف میزنن قضاوت میکنن و حتی به مسخره میگیرن اینو داره نشون میده شخصیتی که برای خانم فرجاد هستش اون طیف رنگی هایی حالا شارپی که استفاده میکنه نقوشی که داره اینم شخصیت خانم فرجاد رو داره نشون میده حالا تا اینجا هم که فعلا هنوز شخصیتش انگار دوچار دوگانگی شدن در مورد شخصیت ایشون که چه جوریه خوبه یا بده و شخصیت آقای برجلی هم که دقیقا نقشه آقازاده که با اون لباسهایی که داره میپوشه و رفتاری که متضاد با لباسهایی که میپوشه اینو داریم اینو حتی توی ماشینی هم که داره یا استفاده از افرادی که باهاشون در ارتباطه یا همون مثلا دوست دخترش یا کسایی که یه جورایی همه خلافکارن و که حالا اشاره خوبی که به اون دیالاک هایی که گفته شد دقیقاً جملاتی که با اون بیان خوب و با اون حسی که واقعا حس تنفر از این شخصیت میتونستی بگیری داشت به ما نشون میداد و شخصیتی که دو تا برادری که هستن توی موزه که کار میکنن یعنی ما معمولا توی بیشتر وقت و با لباس راحت داریم میبینیمشون و چقدر آدمای این اینم داره به ما نشون میده کلا طراحی گیریم طراحی لباس به کمک کار اومده به کمک شخصیت اومده به کمک قصه اومده تا اینجا و چیزی که از آقای افشین هاشمی واقعا انتظار میرم چون توی سریال قبلیشون شبکه مخفی زنانم به این موضوع خیلی اشاره داشت دقیقا معمولا طراحی لباس و توی کارهای تئاتری بیشتر به ما نشون میدن با اون رنگ ها و با اون نقوش و اینا و ایشون هم همین رو داره میکنه دیگه تا اینجا به نظر من به شخصیت پردازی ها و طراحی لباس و طراحی گریمی که استفاده شده به ما کمک میکنه که شخصیت ها رو بهتر بشناسیم مرسی از لطفت متشکرم خانم مهنوش سلیم و شیلان رحمانپور که گفتی تراحی لباس گریم کار بودن یه نکته قدم های چون رد پا یا مثلا از انگشت آقای افشین هاشمی تو قسمت نهم آقای افشین هاشمی وقتی میخوای یه سریال بسازی باور کن شما مخاطب تو تئاتر شهرگر و سالن سایه و سالن نمیدونم تئاتر سالن اصلی نیست که هفت دقیقه و نیم خانم سیما تیرانداز بذاری مونولوگ بگه و این این, در قامت تئاتر میچسته اونی که دوست داره میره تئاتر رو میبینه مونولوگش رو بشنوه یه ذره در مدیوم سریال و فضای وی او دی ها این دافعه ایجاد میکنه به نظر من شما فضا رو دیگه باید بشناسید دیگه فضایی که مردمش دنبال دیگه ما آروم ترش شیرین داریم امیدوارم شیرین همش زودتر سلامتیش خوب بشه آروم شیرین داریم که دنبال انگوش قطع کردن بود دنبال حیجان بود دنبال این بود که بزنه به پاشه یارو تو دیوار باید اینا رو چیز داریم فعلا در حال حاضر الان فضای وی فیلم و سینمای ما فضای زمانیه که فیلم بروسلی در سینماهای ایران پخش میشد مردم میومدن بیرون همدیگر رو با کاراته میزدن این فضاست و, پس میزنه یک سریا رو شما درست مشتری خودتون میگیری ولی بازدید ویدیو ویدیوت کم میشه فقط من ببقید. این نکته رو اگر اشتباه نیست اضافه کنم از جانب خودم که به شخص این نکاتی که گفتی برای من قشنگ ها من دوست دارم ولی منظور مهدی قشر اکثریت جامعه هستن درسته وگرنه ما دوست داریم لذت ببریم ما به من خودم مونولوگ بازم من مونولوگ خیلی دوست دارم یعنی کلا دوست دارم متکلم وحده ای مونولوگ بازی اینو دوست دارم خانم سینما سیما, سیما تیرانداز تو اون هفتش دقیقه که صحبت کرد من حال کردم داشتم نگاه میکردم ولی من جای خودم ببین میدونی داستان این مدلیه یه نفر آقا ساندویچ سوسیس کوکتل پنیر دوست داره یه نفر دوست نداره یه نفر دوست داره همبرگر بخوره خب و, و تعداد کسایی که همبرگر میخورن خیلی بیشتر از مثلا کسایی که مثلا سوسیس کوکتل پنیر دوست دارن مثال دارم میزنم و کسایی که زخم کاری رو دوست دارن که بزنن به تو در و دیوار کسایی که پوستشی رو دوست دارن کسایی که دفتر یادداشت رو دوست دارن دنبال این هیجانان من میگم وقتی که کارگردان میخواد کار بسازه بره ببینه ها رو از این ویودی ها بگیره حداقل جلیشو نشون نمیدن دیگه مثل آقای محمد حسین مهدویان نمیاد بگی که فصل یکم اینجوری بوده فصل دوم اونجوری بوده برن صبح نگاه کنن خودشون با بالا پایین کنن میگن خب آقا ما میخوایم الان متنی که کار بکنیم سناریویی که کار بکنیم سناریویی که الان کششش نداره جامعه حالش خوب نیست جامعه دنبال یه شوکه که مات تصویر بشه ولی انقدر جامعه فکرش درگیره که تو اون مونولوگی که هشت دقیقه خانم سیما تیرانداز گفت باور کن دقیقه دو خیلیا رفتن به اصلا دیگه به مونولوگ دقت نکردن کنده شدن این تجربه من ندارم میگم و ما مخاطبایی که اینجا میبینیم و نسبت به مخاطبایی که اینجان و آدمایی که میشناسیم و آدمایی که دیدیم دارم میگم بچا خیلی برام جالبه حرفایی که الان داریم میزنین حرفایی که من سه چهار قسمت پیش توی نقد گفتم و گفتم جهت من با جهت شما مخالفه و گفتم یک تنه الان بعد صحبت کنم حالا خدا رو شو که باز نظرهامون با کمی تفاوت در راستای هم ببین حرفاتون واقعا بر من قابل قبوله میدونین چرا حالا من خواهم یه چیز رو توضیح بدم بودم خیلی طولانی نشه ببین توقع من از تاعت یک چیزه توقع من از تصویر و سینما و صفحه تلویزیون چیز دیگری است. به خاطر همین زمانی که من دلتنگ تاعت میشم و میخوام این سبک این چنینی مثل آقای ابشین هاشمی رو دنبال کنم دنبال تاعت میرم میبینم لذت مرم عشق میکنم و زمانی که دلم میخواد که صفحه تلویزیون رو ببینم یه کار سینمایی و و ببینم سراغ این کار میرم و نمیتونی بگی کسی که کار آقای ابشین هاشمی رو نمیپسنده آدم هنری نیست آدم بی سلیقه آدم فرهنگی نیست نه به خاطر اینکه دقیقا چیزی که مهده میگه حوصله مخاطب امروز دیگه برای کار تصویر کار تئاتر نیست آقای هاشمی شما بسیار انسان هنرمند بسیار انسان اهل اه، مطالعه و دانش هستید سلیقه شما در طراحی لباس صحنه رنگ بازی گرفتن بازی خوب گرفتن از بازیگرها عالیه ولی شما داری یک کار تئاتری رو در قالب تلویزیون و سریال به ما تحویل میدی و این باعث میشه که شما نتونی اکثر مخاطبان رو جذب کنی من چیزی که میخوام بگم این نیست که بگم حرفای الان من یا حرفای چند وقت پیش من از ارزش کار شما کم میکنه از این داره از مخاطبان شما کم میکنه مخاطبی که حتی منی که عاشق تئاتر منی که اصلا ترجیح میدم دیگه اگر قرار باشه یک جنبه بسری از جهان رو ببینم اون تئاتر باشه توی هر زمینه هنری من خسته میشم با کار شما حالا چند قسمت شما داریم ما رو همینجوری دنبال خودت میکشونی برای یه سوژه فقط یک سوژه یعنی هیچ چیز دیگه شما وارد کار نکردی هیچ هیجان دیگه وارد کارت نکردی و این به نظر من نمیدونم اشتباه چرا اگر که ما یک سینمایی داشتیم موفق که جانهای مختلفی رو تجربه میکرد و میتونست ارائه بده خب کار شما هم یعنی یک جامعه بیدردی داشتیم که سینماش هم بیدرد بود و میتونست حالا جانرهای مختلف رو وارد کنه اجتماعی به سازه حرفی سیاست اوکی ولی الان تو وضعیت بیمارگونه جامعه ما به حال خراب مردم ما و یکیشم شما حالا خود منم نگم مردم ما این کار شما یه کار فانتزی حساب میشه یه کار انگار که یک شیعی رو بخری توی خونه بگذاری که جنبه بسری زیبایی داره ولی هیچ استفاده ازش نداری هیچ استفاده ازش نمیتونی بکنی در حالی که میتونی با اون چیز کار مفیدتر یه چیز مفیدتر بخری خب بچه ها، یک سری نکات دیگه مونده بود میگم ولی میخوام مخالفت کنم در کمال احترام با باهاتون حتی شخصیت سرایداری که ساخته شده بود برای آقای نظر هم علکی نبود یعنی اون شخصیت شخصیت پردازیش به اون لحجه شیرین جالب بود یک سرایدار علکی نیاورده بودن مثلا هیچ کاری هم انجام نده اونجا مثل بچه مثال بزنم برای مخاطب الان میگه خب چی داره میگه این مثال بزنم زخم کاری رو داشتیم میدیدیم ما و آقای طلوعی یک سرایداری داشت که اونجا به هیچ دردی نمیخورد منظورم اینها هست من سلیقه منه من دوست دارم که تمام شخصیت هایی که دارم توی یک فیلم و سریال میبینم تمام عکس سوار صحنه تمام قاب... همه اینا استفاده شه و منو درگیر کنه چیزی که راجع به سریال دفتر یادداشت به مراتب و به وفور گفتم جالب بود که مارک کوکاکولا رو سانسور نکردن خدا رو شکر من همیشه میگفتم خدایا آخه چرا مارک کوکاکولا رو سانسور میکنید مگه یک سریالی مثل داوینچی اصلا قدرت اینو داره که بخواد تبلیغ مارک کوکاکولا رو بکنه اصلا کوکاکولا میشه تبلیغ برای این سریال همیشه معمولا اینا بر رو برمی‌دارن روشو میپوشونن ولی این کارو نکرده بود جالب بود چون در واقعیت هم این شکلی نیست راجع به دیالوگ ها دیالوگ کنم راجع به مونولوگی خانم تیرانداز در روبروی دوربین ما گفت و حالا تایم تا 6 دقیقه ای که گفتی خیلی برای من زیبا بود من دو سه بار اون دیالوگ و گوش, گوش دادم مونولوگ رو گوش دادم دقیقا بگم تفاوتی که میگیر کاملا موافقم بیننده معمولی نمیبینه خیلی ها شاید خارج باشه کما که, که من هم آدم با حوصله نیستم من هم آدم آدم ب... آدم حوصله هستم اکثرا اما واقعا زیبا بود و خودش میشد بشه یک مینی که هفت دقیقه است و کلی حرف توش هستن خیلی خیلی زیبا بود دیالوگ ها و نوع اجرای خانم تیرانداز یک قسمتی هم بود آقای سام درخشانی پشت تلفن بود گفت تلفن رو بده به کسی که باید گفت بقیه جمله چرا فعل نره گفت بابا حذب به قرینه معنوی خیلی زیبا بود بعد آخه چرا فعلاتون رو حظ میکنید یعنی یه سری نکاتی بود که لودگویی نبود در نهایت توش یه چیزی رو آموزش میداد گفتم مخالفت میکنم بچا اوکی من همه این پیشنهاد رو دادیم به کارگردان بخاطر که کارشون چرا کم بازدید داره میخوره اما به نظر من رسالت هنر همینه و دنیای هنر همینه هر کسی یک دیدگاه مختلفی داره هر کسی یک دغدغه مختلفی داره که میتونه اینو حالا تو در داخل سینما به تصویر به نمایش بکشونه و مخاطبهای خودش رو داشته باشه به نظر من لزوما نباید حالا کاری برن بسازن که همه دوست داشته باشن شاید من هم اگر پس فردا یک آهنگی بسازم یک اثری بخوام کنم به فکر این نب... شاید من دارم سلیقه خودم رو میگم به فکر این نباشم که اکثر جامعه رو در بر بگیره یک سری ها مخاطب های خاص من هستن میان سمت من کما اینکه من احساس میکنم در کانال مستر دکو ما داریم همین کار رو انجام میدیم خیلی ها برنامه های ما رو دوست ندارن چون اصلا حوصله فکر کردن به فیلم و سریال ندارن طرف بیاد نگاه میکنه فیلم و سریال رو به زور با میزنه میره ولی خیلی از مخاطبم هستن که ریزبینن جزبینن و به قول حرفی که میلاد زد براشون جنبه های مختلف و لایه های مختلف فیلم و سریال رو باز میکنه میان سراغ کانال مستر دکو وگرنه ما هم اگر الان میخواستیم ویومون خیلی بیشتر از این حرف رو بشه خب دست به کارهای دیگری میزدیم اما هممون دغدغه داریم چون توی فضای هنری قدم گذاشتیم که میگیم آقا مخاطب های خاص خودمون رو داریم و این برامون با ارزش بچه ها من یه چیزی که از این سریال دوست دارم مثل کار قبلیشون شبکه مخفی زنان همین سبک تاثر بودنشه حالا من خیلی زیاد یعنی ترجیح هم همیشه تصویر بوده تا, تا تا بیشتر باشه ارتباط برقرار میکنم حالا که دارم توی این قاب اینجوری کارگردانی تئاتر میبینم برام لذت بخشه داوین چیز ببین علاوه بر اون که داره فقر فرهنگی رو داره به ما نشون میده داره فقر رو و اجتماعی که توش داریم زندگی میکنین هم داره نشون میده یعنی هر کدوم از این شخصیت ها نماینده یک طبقه از اجتماعی که داریم توی زندگی میکنیم همون آقازاده ها که هستن هنرمندانی که وجود دارن ورزشکارایی که هستن و مردم عادی و کنار اینا ببین ترکیبشون کنار همدیگه خوبه نه اونقدر مثلا اومده یه سریا رو بدبخت و نمیدونم فقیر و مثل اون سیاه نمایی که خیلی از کارگردان ها میکنن نشون بده نه اومده خیلی مثلا از, از طرف دیگه بخواد مثلا آقازاده ها رو آدم های مثلا خیلی پلید و اینا نشون بده حالا مثلا نمیگم که هستن یا نیستن یعنی شخصیتی که هم از آقای برجلی داره میبینیم دقیقا چیزی به عین واقعیته چیزی که وجود داره حالا جوی اون بدیهایی که داره و که داریم ازش میبینیم داره به ما نشون میده و اینکه فکر میکنم کار خودش رو داره انجام میده حالا همین آگاهی که در مورد مسائل فرهنگی میگه و این ببین خیلی بده برای جامعه که ادعای تمدن داره اینکه ببینید مثلا توی قسمت ببینی که حتی شاعر معاصر خودشون رو نمیشناسن خیلی ها اینکه مثلا اصلا نمیدونن که سبک نقاشی که وجود داره که همه دنیا به خاطرش دارن مثلا چیز میشکنن سر میشکنن و نمیشناسی و میایم به مسخره گیری. ببین من نمیگم همه باید بیان دید هنرشون رو تغییر بدن بیان علاقه من به سبکایی بشن که از سبکای رئال و واقعی دوره اما داره اینو نشون میده یعنی اون آگاهی که بعد وجود داشته پس نداشته حالا من دارم توی قالب پلتفرم نمایش خانگی دارم این کار رو میبینم و لذت میبرم و اینکه آقای هاشمی فکر میکنم بعد کار شبکه مخفی زنان که زنان که از نظر منم کار موفقی بود تصمیم گرفته که تو همین سبک ادامه بده بره جلو این سریال ریتمش خیلی کنده من با هر موافقم یک سوژه داره که همه در خدمت همون موضوعن یعنی مثلا موضوع های اضافه دیگه نخواسته یا اگه نشون داده اونقدر کمرنگ و بی اهمیت بوده که عملا یه جای خودش رهاش کرده ولی در مجموع فکر میکنم که به عنوان مثلا یه کاری که سرگم کننده باشه و من بخوام از قاب دوربین از نور از رنگ از طراحی لباس حتی بازی بازیگرها بخوام مثلا لذت ببرم انتخاب خوبیه برای من و اینم میگم که این سریال داوینچی در مقایسه با کار قبلی آقای هاشمی از نظر دیالوگی خیلی ضعیفه با اینکه سعی میکنه حرفهای خیلی بزرگی رو بزنه اما دیالوگش دیالوگ پیش اما در مجموع برای من میگم راز بازی دست و چیزی که دوست دارن ببینن ممنون متشکر همیشه هم آقای افشین آشمی به تیم ما لطف داشته خانم سیرم سیما تیرانداز لطف داشته و بچه های دیگه آقای برجلی خیلی بیش از اندازه به ما لطف داشته تمشون گرم همه عواملشون آقای بهنام گلی که آره دقیقا, دقیقا همه بچه هایی که اونجا بودن سام درخشانی که لطف داشته بازم بله بله همیشون بله اینا رو ما به هر حال کم و بیش از طریق کیارش و نگاه در ارتباط هم مرسی کم و بیش هم جویای احوال تک تک بچه ها هستن مرسی اون صحنه ای هم که در آخر آخرای قسمت نهم نه بود که داشتن کتاب آدمکش یونسکو رو داشتن میخوندن میدونی من دارم این چیز و چیز میبینم توی اون صحنه پارادوکس چی بهش میگن یه پارادوکس میبینم یه چیزی که کتاب آدمکش یونسکو در اون جوی که طرف اصلا آویزون خونه ایناس، اون مامانه در یک بابای بابای زندگی کرده که خود زندگیش محدود بوده بعد یه رفت سنتور و وسط نور چی... میدونی یه سری تناقض داره برای من که میشد راحت تر انجامش داد اون کتاب آدمکش یونسکو رو جای دیگه میشد خرجش کرد ولی خب دیالوگش هم بود و و خیلی موارد دیگه ای که خیلی بزرگ فکر بزرگ پشتشه به نظر من آقای افشین هاشمی باید زمان این کارو میکرد که مردم تئاتر سینما در سبد کالاشون جایگاه داشت نه اینکه حتی الان مرغ و گوشتم جایگاه نداره و اینکه هر چیزی جایگاه خودش داره دیگه اگه تئاتر نمیدونم تئاتر انقدر بازیت نداره میان تئاتر رو برمی میکنن تو ویودی و, و نمیدونم نمایش خانگی در صورتی که بچه فیلم خیلی از هموطنان ما فرق فیلم تلویزیونی و فیلم سینمایی رو متوجه نمیشن شما فیلم تلویزیونی رو وردا ببر تو سینما پخش کن کسی متوجه نمیشه این قاب قاب سینمایی نیست و بالعکس این از این و همینطور تئاتر شما تئاتر کامل محض ورشی و اینجا و به نظر من تو این برهز زمان اصلا جاش نیست میتی میخوام فقط من یه نکته رو بگم در مورد این که میگی تئاتر خواهان نداره توی مثلا ویودی ها میان پخشش میکنن که خب کاملا موافقم ولی یه چیز دیگه ای هم هستش اینم دوباره برمیگرده به فقر فرهنگی ما خیلی از بچههایی که برنامه ما رو دنبال میکنن باهاشون در ارتباطیم یعنی اومدن عملا گفتن که توی شهر ما صحنه تئاتر اصلا وجود نداره یعنی سالن تئاتر وجود نداره و این کارو به نظر من حداقل بهترین کاریه که دارن میکنن حداقل کسایی که توی شهری هستن که نمیتونن دسترسی داشته باشن اینجوری میبینن و این میگم یک مشکل خیلی بزرگیه که متاسفانه توی جامعه ما توی کشور ما وجود داره چیزی که باید بهش اهمیت بدن اهمیت نمیدن و از طرف دیگه چیزهایی که اصلا مهم به قول سهر میتونی جوری دیگه استفاده بکنی میان بهش بالو پر میدن و نمیدونم شاخ و برگ میدن تو چش همه میکنن این یه فقریه که بعد به نظرم حتما هم بهش رسیده که بشه هم ریشکن بشه, هم بشه،, هم بشه،, هم بشه. من فقط این نکته هم بگم چون بهش اشاره کردیم اوکی حالا از قاب تئاتر میبینیم ما توی سریال ولی در نهایت دیگه خود تئاتر هم که نیست بچو سریال ساخته دیگه حالا یه جاهای شبیهه ولی تئاتر نیست واقعا آره ما تئاتر اسکار رو دیدیم از آقای بهرام افشاری اومد پخش شد فیلمش تئاتر بود و فیلمش پخش شده بود اون میشه تئاتر اگر میخوام جوجه, جوجه تیغی بود اسم کار اول جوجه تیغی ببخشید تیری. میگم جوجه تیغی چقدر تئاتر زیبایی بود چون همیشه یادم میمونه اسم اونو گفتم این رو میشه تاعت ولی خب در نهایت سریال حالا یک جاهای شبیه هست نمیتونیم بگیم که داره با این کار تاعت نشون میده کما اینکه که هنوز پای حرف خودم هستم آقا دغدغه ایشون نوع تفکر ایشون به هنر این شکله و مخاطب های خاست خودشون هم دارن کما اینکه که مخاطب هاشون قرار نیست خیلی حالا زیاد هم باشه هم ماها هستیم حتی مرسی ممنون داد خیلی تئاتر فیلم برداری میشه میاد تو چیز تو میبینیم خیلی تئاتر میتونیم دنبال کنیم چند روز پیش از آقای سجاد افشاریان یه تاچ دیدم من هیچی نفهمیدم ازش این واقعیت ولی کلا حالا اسمشم هم میارم تو چیز من روز میمیرم یک سری شب میمی نه یک سری روز میمیرم یک سری شب من شب و روز میمیرم دیگه انقدم دیگه نمیخواد دیگه تو این وادی میدونی واسه دور و ها میسازن بعد یه سری میرن اونجا و چون نمیفهمن طرف میگه واو چون من نمیفهمم پس کار اثر اثر بزرگیه دمش چقدر عالی خوب فلا دمتون گم بچه ها مرسی اومدین حالا قضاوت با بچه هاست دیگه تاعت نمیگم تاعت محجوره دیگه نهایتا چقدر میخواد بازی داشته باشه در یک ماه ولی تلویزیون چقدر داره سینما چقدر داره اینا رو همه رو بدونید و خیلی از بازیگرا که نباید می و مطرح می با تلویزیون مطرح شدن یکی تو مایه های خانم سحر قریشی دی معروف شد الان داره به ما انگشت وسطشون نشون میده قشنگ رسما داره با روان ما بازی میکنه خودمون بزرگش کردیم حالا باید هم تحویلش بگیریم مثل نیوشا زیقمی مثل خیلی های دیگه بچا ها دمتون گرم مرسی سر مرسی نگاه مرسی کیارش قضاوت با مخاطبمونه و امیدوارم که برنامه ما یه تحصیل کوچولی روشون گذاشته باشه شب و روزگارتون خوش خدا